بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری خدمت شما بینندگان عزیز. مسابقاتی که قراره در این برنامه با شما شاهد باشیم: نصیر صوفیزاده از کلب اتحاد شاگرد استاد آدم خان مقابل امام الدین از کلب آریا شاگرد استاد عبدالعظیم در مسابقات پهلوان برتر، سید عمر از انصار شاگرد حاجی آقا سید احمد قصاب مقابل او امید جوان از کلب آریا مسابقه انجام خواهند داد و ایرج علمیار از کلب نیرو مقابل او هم عبدالخالق از انصار. طوری که میبینیم مسابقه پهلوان برتر هم شروع شده و امام الدین در روند اول در مرحله فینال مقابل نصیر صوفیزاده به پیروزی میرسه. درسته، در روند اول مسابقه امام الدین موفق میشه کمر نصیر صوفیزاده رو به زمین بزنه. واقعا که خیلی خوب کار کرد چهره جاوی جان، مسئول بخش فرهنگی کشتی افغانستان و همکار ما در چینل یوتیوب افغانی یک دوسه، نکاتی رو برای امام الدین گوشزد میکنند و اینجا هم برادر نصیر صوفیزاده، او هم از تجربیاتی که داره برای برادر خودش یادآوری میکنه تا اینکه او بتونه در راوند دوم به پیروزی برسه و مسابقه یک بر یک بکنه. نصیر صوفیزاده مسابقات خیلی جالبی را انجام داد و جای جان میگن که این دو پهلوان چه پهلوانانی را پشت سر گذاشتن و آمارشان چگونیه. هر دو ورزشکار از جمله ورزشکارای خوبی هم، اگر به تقابل های اخیر این دو ورزشکار ببینیم، غری اسمت الله امام الدین شکست داده و میبینی که نصیر احمد کوشش داره تا امام الدین در راند دوم شکست بده، و اما نصیر احمد صوفیزاده سید امام و عزت الله را کلب ستاره آسیا شکست. دوستان مهربان نگفته نمانه که از بین 74 ورزشکار برتر ولایت هرات، همین دو ورزشکار که در تصویر میبینیم به فینال و مسابقات راه پیدا کردند. به سیم فاینال نصیر احمد صوفیزاده شویبر شکست داد و امام الدین همراه امید جوان وارد میدان مسابقه شد که امید مسابقه را تیر شد، یا میتونیم بگیم دست امام الدین رو بلند کرد و حالا راوند دوم در فینال مسابقات پهلوان برتر ولایت هرات امام الدین موفق میشه مقام اول این تورنمنت رو به دست بیاره. ببینیم در تکرار صحنه از حرکت انده راسته خیلی خوبی استفاده میکنه امام و موفق میشه کمر نصیر صوفیزاده ای را به زمین بزنه که در هفته گذشته مقابل شعیب از نظرگاه به پیروزی رسیده بود، اما در فینال به پیروزی میرسه امام مقابل نصیر صوفیزاده. این گونه خوشحالی میکنن دو پهلوان خوشنام و نشان کلب پهلوانی آریا. عضو تیم منتخب پهلوانی ولایت هرات رو هم در کارنامه خودش داره امام الدین و یک بار دیگر به قهرمانی های خودش و به درخشش خودش در میدان پهلوانی معلم غنی خلیل ادامه میده. میره به سمت دوستان و همچنین ورزشکاران کلب پهلوانی نظرگاه و خوشحالی خودش تقسیم میکنه از بابت پیروزی که کسب کرده. او مقابله نصیر صوفیزاده به قهرمانی رسیده بین 74 ورزشکار و این مقام کمی نیست برای امام الدین. باید هم این گونه خوشحال باشه، چرا که پشت سر گذاشتن 74 ورزشکار واقعا کار خیلی سختی ره پشت سر گذاشته امام از کلب آریا، و این موفقیت برای این پهلوان کلب آریا تبریک میگیم. حالا سید عمر از انصار، یک دیگری از پهلوانان خوش آتی کلب انصار، مقابل امید جوان قراره که سفارایی بکنه. ببینیم که از بین این دو ورزشکار
والله تو هرات کدام یک موفق میشه به برتری برسه. پای چپ سید عمر گرفته امید موفق نیه و حالا کجر استفاده میکنه. سید عمر هم کوشش داره تا امید را از جا بلند کنه، موفق نیه. ببینیم تلاش های اردو ورزشکار. پای چپ سید عمر در آخر کار میگیره امید و در راوند اول مسابقه به برتری میرسه. پهلوان سال ولایت هرات در وزن 73 کیلوگرم به زمین میخوره و راوند که تلاش های هر دو ورزشکار جریان داشته شما در تصویر میبینیم که هرچی تلاش کرد سید عمر تا از حرکت زنگه راسته و همچنین حریفر از جا بلند کنه که امید جوان باشه موفق نبود و در راوند اول امید یعنی قهرمان وزن 80 کیلوگرم تیم منتخب ولایت هرات موفق میشه به برتری برسه. امید جوان او هم در مسابقات انتخابی تیم منتخب که برمیگرده به یک سال گذشته مقابل نصیر اندک رمی در فینال بر اساس قرعه موفق شد که پیروزی را از آن خودش بکنه و قهرمانی را به دست بیاره. حالا دیدیم که مقابل سید عمر یک راوندر پیروز شد و تا لحظاتی بعد به طوری که میبینیم هواداران و تماشاچیان منتظر این هستند تا ببینن در راوند دوم مسابقه امید جوان و سید عمر چگونه نتیجه ای را به همراه خواهد داشت. قطعا که در راوند دوم سید عمر سیدی حرفای زیادی برای گفتن خواهد داشت، چرا که راوند اول را واگذار کرده و نکاتی هم که برای یادآوری شده قطعا دیگه در راوند دوم به درد او خواهد خورد. امید جوان میره که به پیروزی برسه، ناموفق به دلیلی که دست خودش رها کرده بود. اینجا تصمیمی است که از سوی داورهای حاضر در میدان اتخاذ شده. خب به هر حال مسابقه به سود سید عمر سیدی میشه و به تصمیم داورهای حاضر در میدان نتیجه یک بر یک میشه و به تفاهمی که هر دو پهلوان رسیدن مسابقه راوند سوم این دو ورزشکار برگزار نشد و امیدواریم که هفته آینده یک بار دیگر شاهد حضور این پهلوانان باشیم. والا مسابقه هیرج النیار از کلاب نیرو و همچنین عبدالخالق از کلاب انصار میبینیم در تصویر. راوند اول مسابقه کجا میکنه عبدالخالق موفق نیه و هیرج هم تلاش های داره تعریف خود از جا بلند کنه. ببینیم که کدام یک بالاخره پیروز میشه، کجا بر بالاخره به اتمام میرسه این مسابقه در راوند اول. چندین بار از حرکت کجا استفاده کرد عبدالخالق و تا در آخر کار موفق شد به پیروزی برسه در مقابل شاگرد استاد محمد آصف. تلاش های ایرج را میبینیم که میخواست از حرکت زنگه راسته استفاده کنه که موفق نبود و در راوند اول این تقابل که عبدالخالق از کلاب انصار به برتری میرسه. بله، عبدالخالق مسابقه در راوند دوم مقابل ایرج المیار برگزار میکنه. این بار دیگه ایرج پر انرژی میره کشتی بگیره، اما طوری که جارون شمس آمد به سمت هر دو ورزشکار اشاره کرد که مسابقه نتیجه ای را به همراه نداره و باید دوباره ادامه بدن. عبدالخالق در مقابل ایرج اگر یک بار دیگر به پیروزی برسه با نتیجه 2-0 موفق میشه که همچنان به روند خوب خودش ادامه بده. اگرچه او در مسابقات پهلوان برتر مقابل امید جوان قرار گرفت که شکست خورد، اما حالا در مسابقات قند اول قهرمانان سبک‌وزن مقابل یکدیگر سفارایی کردند. امید جوان لحظات پیش دیدیم که مقابل سید عمر تساوی انجام داد و حالا ببینیم که این مسابقه آیا نتیجه نهایی داره یا که باز هم به مساوی به اتمام میرسه. هنوز کدام حرکت خاصی در راوند دوم مسابقه از هر دو ورزشکار ندیدیم و از احتیاط کار میگیرم و بالاخره در راوند دوم کدام یک به برتری میرسه تا چند لحظه دیگه خواهیم دید. و البته ناگفته نمونه دوستان عد مهربان که مسابقات پهلوان برتر از رده سنگین وزن بین 16 ورزشکار برگزار شد، از رده سبک وزن بین 74 ورزشکار برگزار شد. پهلوانان سبک وزن ما موفق شدن امام الدین مقام اول و نصیر احمد صوفی‌زاده مقام دوم، امید جوان مقام سوم و همچنین شعیب اسکلپ نظرگاه مقام چهارم کسب کنم. اما در رده سنگین وزن پهلوانان هنوز به رقابت میپردازند و حالا مسابقه بین عبدالخالق و هیرج میبینیم که آغاز شده و هر دو ورزشکار تلاش دارند تا در راوند دوم به برتری برسند و حالا تلاش های هر دو ورزشکار میبینیم که
چقدر حرکت‌های نمایشی استفاده کردن مقابل یکدیگر و هر چی عبدالخالق تلاش کرد تا از حرکت زنگی چپ استفاده کنه موفق نبود و این مسابقه با نتیجه 1-1 مساوی به اتمام رسید. بله بیننده‌های عزیز، امیدواریم که شما هم از دیدن مسابقات پهلوانی میدان معلم غنی خیلی لذت برده باشین. مسابقات خیلی جالبی برگزار شد و آخرین مسابقه هم که دیدیم ایرج مقابل عبدالخالق، مسابقهشان با نتیجه 1-1 به اتمام رسید. بیننده‌های عزیز، انشالله در روزهای آینده مسابقات پهلوانی سبوکوزن از دریچه کانال یوتیوب افغان 1-2-3 تقدیم حضور شما میشه. بیننده و مسابقات باشید. در ادامه هم شما رو دعوت میکنم به خلاصه ای از پیروزی ها تا برنامه پهلوانی بعدی و تا جمعه بعدی. بدرود.